دوستان عزیز، اسباب کارانتین همه دستو و چمپیوناتو ضرر جدی دیدند و کانال مو هم در کنار نموند. کانال مو هم دوره مشکل رو پای سر کرده ایسوده است، زیرا از روی استاتیستیکا همگی 20% ابناچون ویدیوهای ما رو تماشا میکنند و خلاص. بنابراین ما مثل روزهای اول از همه شما دستگیری رو انتظاریم و امیدواریم که با ایواز این قدر خدمت های ما شما این خواهش خرد دکک ما رو اجرا میکنید. بیاید زیر هر ویدیو لایک بسیار جمع کنیم تا یوتیوب به دیگر نفران ویدیوهای ما رو توصیه کند. از شما لایک موندن از ما مشد ویدیوهای نو و شوق‌آور. اینچنین به کانال ابنا شدن و زیر کردن زنگولچا رو فراموش نکنید تا اولین شده ویدیوهای ما رو تماشا کنید. این بود یک چند سخنی که با شما گفتنی بودم. اکنون میگذاریم به خبرهای اخرون فوتبال. ولی پیش از سر کردن میخوام پریکول تیجی رو تبریک گویم که اولین شده به سوال ما جواب داد. اگر به سوال نوبتی ما جواب درست دید، پس نام سه نفر اول رو در ویدیو آینده خواهیم گفت. این تاریخ ترانسفر کدام فوتبال باز است؟ در اخرون روزی بهار نیمهمدگر اتلتیکو مادرید ساول نیگس همه مخلصان فوتبال را دیوانه کرد. فوتبال باز در توییترش نوشت که پس از 3 روز نام دسته نوش رو میگوید. البته همه مخلصان فکر کردند که از دسته مادریدی میرود و با دیگر دسته شرطنامه میبندد. خصوصا او را به منچستر یونایتد خواستگاری میکردند. زیرا پس از اون خبرش ساول به اینستاگرام امیو و یک قطار فوتبالبازان اون ابونه شد. بنابراین مخلصان دسته انگلیسی علاکه برای جشن گرفتن این ترانسفر کلون آمادگی ایستاده بودند. اما حقیقت مخلصان امیو را سخت غضبناک کرد. ساول با نوشتن دسته نو دروغ نگفت. در حقیقت این گپ راست است، اما سخن عاید تشکیل شوی دسته نو بود. ساول با برادر خود در زادگاهشان یعنی شهر الچه اسپانیا دسته کوستا سیتی ساختند. اون برای فوتبالبازان از 4 تا 18 ساله اکادمی فوتبال خواهد بود. مقصد اساسی دسته این راهنمایی فوتبالبازان نورس به فوتبال بزرگ خواهد بود. اون پس چرا ساول پیش از این کارش به منچستر یونایتد و فوتبالبازان اون آب نشد، همه حیران شدند. البته این برای مخلصان سخت رسید و اونها نیم حمدگر اتلتیکو رو سخت تنقید کردند و گفتند که او حق نداشت ما رو دیونه کند و نسبت دسته ما به احترامی کند. این اولین بار نیست که فوتبالبازان اتلتیکو مخلصان امیر رو دیونه کرده ایستادند. پیش از این سابق حملگر این دسته آنتوان گریزمان این کارو کرده بود. ستاره فوتبال بودن خوب است، اما آدم و آدمگری از همه چیز پیشتر است. چون همیشه سرپرست ویدیوهای ما شرکت یا ایکس می باشد، اونا با بسیار دسته ها و لیگا همکاری میکنند، مخصوصا با بارسلونا و چمپیونات ایتالیا. یک ایکس این کایفسنت های بلند و از هم مهم اعتماد دوکیز ابو پرامکودی ما باشد، شما می توانید تا 6500 روبل برای اولین پرداختتون تحفه گیرید. معلومات بیشتر در کامنتاریا. امکانات را از دست نده. قرنطین همه دسته ها رو به مشکل های مولوی دچار کرد و برای کمک کردن به دسته خود بسیاری از فوتبالبازان برای کم کردن معاش خود راضی شدند تا به دستهشان کمک کنند. فوتبالبازان بارسلونا در دوام 3 ماه زیاده از 17% معاش خود را نمی گرفتند. این به دسته کاتالونی کمک کرد که زیاده از 40 میلیون یورو ذخیره کند. به غیر از کم کردن معاش خود، فوتبالبازان بارسا معاش کارمندان دسته را خودشان می سپردند. البته این به بارسلونا کمک کلان بود، اما حال هم مشکلی مولوی از بین رفته است. 25 مای پرزنتی کاتالونها ژوزه بارتامیو با تمرین دسته آمد و باز از فوتبالبازان خواهش کرد که کمی معاششان را کم کنند. دسته میتوانست باز 10 میلیون یورو ادگار ذخیره کند، اما این دفعه فوتبالبازان روزی نشدند. سبب روزی نشدن فوتبالبازان معلوم نیست، اما تخمین کردن ممکن است که نه همه دسته از رهبریت روزی است. باز یک سبب دیگر این سخنان دایرکتوری ورشی بارسا عاید فروختن فوتبالبازان لازم است. اگر دسته خواهد که تو را فروشد، پس تو چرا باید به او کمک کنی؟ البته آنهایی که با آینده خود در بارسا باوری ندارند با کم کردن معاش روزی نشدند. وضعیت اقتصادی بارسا وقتی آخر خوب نیست و به این نگاه نکرده رهبریت یک بار با دو ستاره فوتبال یعنی با نیمار و لاوتارو مارتینز گفت و شنید کرده ایستاده است. اینتر برای حملگر خود 80 میلیون یورو طلب کرده ایستاده است. معاش مارتینز باشد نه کمتر از 12 میلیون یورو است. آنا اوید نیمار باشد همه شما میدونید. سریال او هیچ تماشایی ندارد. رهبریت دسته پاریس سن ژرمن با ایواز 175 میلیون یورو آماده است فوتبالباز خود را به بارسا روان کند. خلاصه در خزینه بارسلونا پول نیست، اما ارزوهای دسته بسیارند و برای عملی کردن ارزوهای خود رهبریت از فوتبالبازان مثل تالبنده ها پول جمع کرده ایستاده است. سال 2021 انتخابات پرزیدنتی بارسلونا می شود و علاقه از حاضر تقدیر بارتامیو معلوم است. بار فلورنتینو پرس اوید رونالدو چنین گفته بود: وقتی او در ریال گذشت. همچنین پرزیدنت لالیگا گفته بود که چمپیونات اسپانیا از رفتن رونالدو تنها فایده میکند. اما کریستیانو 35 ساله شده است و روز از روز برعکس حالت ورزشش بهتر شده ایستاده است. تشخیص طبی بعد کارانتین از این چیز شهادت میدهد. در وقت کارانتین بسیار فوتبالبازان استراحت میکردند، اما در آن وقت هم رونالدو تمرینهایش را ادامه میداد. او به جزیره مادیرا یعنی به زادگاه خودش رفته بود و برای تمرین کردن یک میدان کلان در اختیارش بود. اکنون که او به تمرینهای یوونتوس برگشت، باز از تحت دل مشق کرده ایستاده است.
طبقی معلومات نشه های ایتالیوی رونالدو ساعت 12:52 به تمرینگاه دست آمد، یعنی 4 ساعت پیش از آغاز رسمی تمرین ها. او تنها خودش مشق کرد و بعد این باز با همدستگانش تمرین کرد. چنان به نظر می رسد که 39 سال برای حملگر پرتغالی تنها رقم است. نشریه توتو اسپورت خبر می دهد که حالت مشک های رونالدو از سال گذشته دیده بهترند. این هم پس از تشخیص طبی فوتبالبازان دسته معلوم گردید. خود رونالدو هم در این باره در اینستاگرامش چنین نوشت: برای بهتر شدن تمرین کرده ایستادم. حس میکنم که قوام بیشتر شده ایستاده است. رونالدو به همه چیز اهمیت جدی میدهد، حتی به خواب. او در یک شبانه روز دو بار خواب میکند و خوراکخوریش هم از روی نقشه است. اما پس از ادامه یافتن موسم برای فوتبالباز رویا کردن رجای روز مشکل خواهد بود، زیرا پس از 3-4 روز دسته ها برای گذراندن بازی از این شهر به شهر دیگر میروند. از سبب سفر دور و دراز به بعضی شهرها فوتبالبازان مجبور میشوند که روزانه خواب کنند و این چیز البته به برقرار شوی آنها تاثیر منفی میرساند. اما رونالدو این دوره وزن هم پای سر خواهد کرد، مگر یگان شبه است؟ لایک کن اگر از او باوری داشته باشی. انا و پرزیدنت لالیگا و فلورنتینو پرس از نام رونالدو سلام میرسونیم. با همین تمام دوستان، کانال میدان تیجی شما رو دعوت میکند به کانال آب نشوید و زنگوله رو زیر کنید و از هم مهم فوتبال رو دوست دارید. هر یک دقیقه، هر یک ثانیه و هر روز. تا بازدید.